مرکز نشر و کتاب فروشی ناکجا در پاریس، دوستان و دوستداران عباس معروفی چند روز پس از درگذشت او اینجا گرده هم آمدند، شمعی روشن کردند، شرابی نوشیدند و از این نویسنده فقید و آثارش گفتند. عباس معروفی در ادامه مجله‌های روشنفکری آدینه و دنیای سخن مجله گردون رو در آورد. از این جهت ادامه دهنده ادبیاتی هست که دعوت به مبارزه با سانسور و دعوت به دفاع از آزادی بیان میکنه و در نهایت هم بر اثر فشار سانسور و سرکوب مجبور شد که ایران رو ترک کنه. تبعیدی بود که تا آخر عمر خودش ازش رنج می برد. واقعا من فکر میکنم که رمان نویسی هستش که بلد بود خیلی خوب زمانه خودش رو، در واقع اون فضای زمانه خودش رو، حال و هوای زمانه خودش رو به درستی بگیره و فضای زمانه خودش اون چیزی بود، اون رنج هایی بود که در ایران کشیده بود، اون مبارزه هایی بود که در ایران کرده بود و بعدش ادامه اون مبارزه حالا خارج از کشور. شور و شوق معروفی جوان به ادبیات و داستان در سالهای پایانی دهه 60 خورشیدی، سالهای جنگ و اعدام و خفقان، برای بسیاری همچنان ستودنی است. مسیری که در تبعید اجباری با وجود سختی‌هایش ادامه پیدا کرد. اما رویه و رویکرد عباس معروفی در رمان نویسیش در ایران و در خارج از ایران فرقی نکرد، عوض نشد، یعنی نگاهش و جهانبینیش همون موند، اما انگار مکان و لوکیشنش عوض شده. در واقع یک فردی با همون افکار همچنان به مبارزه با سانسور ادامه داد. من فکر میکنم واقعا سال به سال آزادانه تر می نوشت. فکر میکنم از تکنیکی شاید عوض نشد خیلی زیاد و همچنان همون قلم رو داشت، حالا چه دوست داشته باشیم محرم و چه دوست نداشته باشیم، یه قلم خاص خودش بود، ولی اون نگاه تند و تیزش یه مقدار زیادی محتوای آثارش رو عوض کرد. معروفی با نشر گردون در برلین، مبارزه با سانسور و انتشار کتاب آنهایی که در ایران امکان نشر آثارشان را نداشتن را در اولویت قرار داد. میتونست مثل خیلی های دیگه خیلی کارهای دیگه بکنه، میتونست تجارت دیگه ای را بندازه، ولی واقعا تو دامنه خودش، توی میدان خودش، میدان تخصصی خودش باقی موند. آدمی بود که قادر بود که سکوت کنه و بشینه ساعتها حتی حرفتو گوش بکنه و خیلی حس خوبیه و همین گوش کردنه شاید این در واقع قدرت رو بهش میداد که بتونه حرفای در واقع نسلهای بعدی رو، اونایی که صدا ندارن، اونایی که بی صدا هستن، اونایی که زبونشون بسته شده داخل ایران، بشنوه و منعکسش بکنه و همین کارو کرد. شاید این کار اگه نمیکرد شاید بیشترم مینوشت اتفاقا، ولی برای همین فکر میکنم که خیلی کاریه که اهمیت داره، یعنی اهمیت شاید ناشر بودنش از نویسنده بودنش از نظر اجتماعی خیلی بیشتره، چون زمانی رو گذاشت برای منتشر کردن 300 تا کتاب توی اون شرایط سخت، در صورتی که شاید میتونست خودش اگه وقت بیشتری برای نوشتنش میذاشت 5 تا 6 تا 7 تا کتاب بیشتر بنویسه و در واقع از خودش ماندگار آثار بیشتری بذاره، ولی این دست و دلبازی رو داشت که اینو با دیگران تقسیم بکنه. معروفی از 3 سال پیش با سرطان دست و پنجه نرم می کرد. با این حال همچنان فعال بود و می نوشت و پای ثابت و یکی از برگزار کنندگان نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور بود. نیلوفر ابراهیم، پاریس.